آموزگاران معترض در هرات میگویند اگر هیئت اعزامی وزارت معارف به پیگیری خواسته های آنان تعهد بسپارد، آنان به اعتصاب خود پایان میدهند. از سوی هم مشاور ارشد وزیر معارف تاکید دارد شخص وزیر معارف خواسته های آموزگاران معترض را برحق میداند و بر پیگیری این خواسته ها تاکید دارد. با این همه آموزگاران معترض پافشاری دارند باید هیئت اعزامی مرکز برای پیگیری خواسته هایشان در حضور مردم تعهد بسپارد. به این گزارش توجه کنید. سفر هیئت وزارت معارف به هرات. با گذشت نزدیک به یک ماه از اعتصاب کاری آموزگاران، اکنون هیئت اعزامی وزارت معارف برای شنیدن خواسته های آموزگاران معترض به هرات سفر کرده است. در اینجا اعضای حرکت دادخواهی آموزگاران از بی‌پروایی حکومت در رسیدگی به خواسته هایشان سخت شکایت دارند. معلم صدای خاموش دارد، اول صدای خود را بلند نمی کند. زمانی که صدا را بلند کرد، از حلقوم هر مسئول گرفته و حق خود را می خواهد. ما گفتیم که اینو باید در حضور رسانه ها با بزرگان هرات تعهد بدن و ما از بزرگان هرات تعهد می گیریم. زمانی که همه خواست ما برآورده بشه، انشالله اعتصاب هم میشکنه. اعضای بورد مشورتی ریاست معارف و نیز اعضای شوراهای اداری مکاتب بر پایان مشروط اعتصاب تاکید دارند و از آموزگاران اعتصاب کننده می‌خواهند در بدل تعهد مسئولان به پیگیری مطالباتشان از اعتصاب دست بکشند. ولی سب یک بار دیگه همکاری و همیاری خود با معلمین اعلان میکنند. مستفیدای هرات و بزرگا و مشایخ هم هستند به دفتر ولی سب. اونا هم از معلمین خواهش میکنن، ما هم خواهش میکنیم که اعتصاب پایان ببرند. با این همه مشاور ارشد وزیر معارف که در رأس هیئت اعزامی کابل به هرات سفر کرده در جمع آموزگاران میگوید شخص وزیر معارف خواسته های آموزگاران معترض را برحق میداند و بر پیگیری این خواست ها نیز تاکید نموده است. خواست شما برها است، بر جا هست، ما با شما هستیم. همون قسمی که همینجا تعریف کردیم که اگر بینی خواسته های ما لبیک گفته نشه، همون قسمی که همون اصول قاعده است، ما هم از وظیفه خود مستعفی میشم. میگم نتونستم ما با ملت و خانواده بزرگ معارف افغانستان دیگه این همه قدر همون توانمندی است. اعضای حرکت دادخواهی آموزگاران تاکید دارند آنان حاضرند به گونه مشروط به اعتصاب کاریشان پایان دهند، اما اعضای هیئت باید در یک نشست خبری با حضور بزرگان هرات به معلمان و مردم تعهد بسپارند تا خواسته های آموزگاران را پیگیری کنند. با موی سفیدان ما و شما تعهد میدن که ما خواسته های مشروع بر حق معلمین تک تک از این پیگیری میکنیم به شکل جدی و انشالله رحمان تا این تاریخی که در خود قطعیت ذکر شده تا به اون تاریخ ما خواسته های معلمین را کوشش میکنیم برآورده بسازیم. با این حال رئیس معارف هرات که در جلسه عمومی هیئت وزارت معارف و آموزگاران از سوی معلمان معترض سخت مورد انتقاد قرار گرفت، حاضر نیست در این مورد چیزی بگوید.